به نام خدا و سلام، عیدتون مبارک. اینجا استدیو هوم فیکس اسکیله. اگه برخی از دکمه های دسته PS4تون به خوبی عمل نمیکنه و نیاز به سرویس و تمیزکاری داره، میتونید این آموزش رو دنبال کنید و نحوه سرویس قسمت های مختلف دستتون رو یاد بگیرید. خب تو ابتدای کار لازمه بگم که هر 3 تا 6 ماه و یا بسته به میزان استفاده از دسته، بهتره که دستتون رو باز کنید و داخلش رو تمیزکاری کنید تا عمر دستتون بالاتر بره و عملکرد اون تو بازی‌ها کاهش پیدا نکنه. قبل از شروع کار لازمه بهتون بگم که برخی قطعات مختلف دسته قابل تعویض هست و اگه به طور کامل اونا خراب شده باشن، میتونید با آموزش ما و بعد از اون تهیه این قطعات از فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به تعویض اونها کنید. این دسته با 4 تا پیچ 4 سوی ریز بسته شده و نیاز هست که توی ابتدای کار اونا رو باز کنید. بعد باید دو قسمت قاب دسته رو به این صورت از همدیگه جدا کنید. اگه برای اولین بار هست که دستتون رو باز میکنید، جدا کردن قاب کمی سخت‌تره. بعد از اینکه قاب رو جدا کردید، باید این کابل فلت شارژ دسته رو با آرومی جدا کنید. بعد از اون میرسیم به باتری دسته و باید سیم باتری رو به این صورت با آرومی جدا کنید. اگه باتری دستتون ضعیف شده، میتونید اینجا تعویزش بکنید. بعد از جدا کردن باتری، باید قاب زیر باتری رو که با خار بسته شده از روی برد جدا کنید. برد دستگاه هم با یه پیچ 4 سوی ریز به قاب دسته متصل شده و نیاز هست که اون رو هم باز کنید. بعد باید این کابل فلت رو که فلت تاچپد دستگاه هست با آرومی از روی برد جداش کنید. بعد از این کار برد دستگاه و قاب روی دسته آزاد میشه و میتونید اونا رو از همدیگه جدا بکنید. این هم زغال دکمه ها هستش و بعداً قرار اینا رو با الکل به خوبی شستشو بدیم. برای جدا کردن سر آنالوگ های دسته، کافیه اونا رو به سمت خودتون بکشید. و برای جدا کردن کلیدهای R1 و R2 هم مثل سر آنالوگ، باید اونا رو به سمت مخالف بکشید تا از جا در بیاد. کلیدهای R2 و L2 هم به دو قسمت متصل هست و باید با دقت بیشتر به این صورت از جا درش بیارید. بعد از در آوردن کلیدهای R1 و R2 و L1 و L2، باید زغالهای اونا رو به این صورت خارج کنید. بعد از جدا کردن دکمه ها، نوبت برد صفحه کلید هست.
بعد از درآوردن صفحه کلید هم شروع به تمیزکاری قسمت‌های مختلف دسته، مخصوصاً خود صفحه کلید و زغال‌های اون می‌کنیم. این کار رو با اسپری‌های تونر و الکل خالص انجام می‌دیم. اسپری های تونر مخصوص قطعات الکترونیکی هست و چربی زدایی بالایی داره. حواستون باشه اگه میخواین از الکل استفاده کنید حتما خالص باشه، چون بعضی از الکل ها برای ضد عفونی دست دارای نرم کننده و گلیسرین هست و برای برد های الکترونیکی اصلا توصیه نمیشه. برای تمیز کردن پشت برد هم باید این دوتا خار رو کمی خم کنید و برد رو آزاد کنید و پشت برد و قسمتی که صفحه کلید به برد اتصال داره رو به آرومی تمیز کنید. البته نیاز نیست که تا این مرحله پیش برید، ولی اگه دستتون خیلی استفاده شد و دکمه های زیادی از اون از کار افتاده یا دکمه ها بدون فشار دادن عمل می کنن، بهتره تا آخرین مرحله با این آموزش پیش برید. خب بعد از اتمام تمیزکاری حتما باید دسته رو کامل خوش کنید. میتونید حدود 10 دقیقه سشوار رو در جهت‌های مختلف دسته قرار بدید تا تمام قسمت‌هایی که با الکل و اسپری شستشو دادین کامل خشک بشه. مخصوصاً خشک کردن داخل آنالوگ‌ها خیلی مهمه. تو اینجا مراقب باشید که سشوار رو خیلی نزدیک نگیرید، چون حرارت خیلی زیاد میتونه حالت برد صفحه کلید نایلونیتون رو عوض بکنه. البته سشوارهای خونگی حرارت خیلی بالایی ندارن، ولی اگه از سشوارهای صنعتی استفاده میکنید بیشتر مراقبت کنید. خب بعدش میتونید با استفاده از الکل شروع به تمیز کردن این زغال ها بکنید. حتی اگه ظاهرشون هم کثیف نباشه بهتر این کارو انجام بدید تا رسانایی زغال ها کامل به حالت اولش برگرده و دکمه ها به خوبی عمل بکنه. در کنار دکمه ها هم بهتر تمام قسمت های دیگه دسته رو به خوبی تمیز بکنید. خب اگه داخل سوکت شارژ دسته کثیفی رفته نیاز هست که اون رو هم به این صورت باز کنید و داخلش رو با مسواک تمیز کنید. خب فکر کنم دیگه همه نکات لازم رو بهتون گفتم. ادامه جمع کردن دسته رو هم با دقت ببینید و هنگام جا زدن فلت ها و همچنین دکمه ها به جهت اونها دقت کنید.
خب به انتهای این آموزش رسیدیم. به اشتراک گذاری، نظرات و سابسکرایب یوتیوب فراموشتون نشه. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.